سلام دوستان، به کانال خودتون بهین کوک خوش اومدید. امروز قراره رب خونگی درست کنم، یه رب خیلی راحت و بی درد سر و بدون مواد افزودنی، کاملا سالم سالم به همین غلظت و به این خوش رنگی و با موندگاری بالا و بدون کپک زدن. پس برای اینکه تمام جزئیات رو ببینید تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اول از همه گوجه هایی که انتخاب میکنیم باید گوجه های مرغوب باشه، یعنی بدون زدگی و یا احیانا کپک باشه. گوجه باید کاملا سالم و مرغوب باشه. خب گوجه ها رو همه رو توی ظرف خیلی بزرگ ریختم و کاملا تمیز شستم. بعد از اینکه آبشون رو کشید اونا رو با چاقو خورد میکنم به تکای کوچیکتر. اون سرای گوجه رو باید حتما جدا بکنیم. به تکای ریستر خورد میکنم. اگر هنوز عضو کانال من نشدید روی دکمه سابسکرایب بزنید تا ویدیوهای بیشتری رو از من بتونید ببینید. خوشحال میشم مثل همیشه با لایک و کامنتاتون به من انگیزه بدین تا بتونم محتواهای بهتری رو درست کنم. خب بعد از که همه گوجه رو به این صورت خورد کردیم میبریم برای مرحله بعدی. خب الان موقع خورد کردن گوجه هاست. من گوجه ها رو توی خردکن میریزم. شما از هر وسیله که داشته باشین میتونین استفاده کنید. خب اینجا باید توجه کنیم که ما زیاد نمیخوایم پوره بشه یا خورد بشه، فقط در حد یکی دو تا پارس بزنیم کافیه. به این اندازه کافیه، چون نمیخوایم زیاد حریره بشه، خیلی پوره پوره بشه. ببینید به این اندازه خورد بشه کافیه. بعد میریزم توی آبکش، که آبکشی که دونه های ریز داشته باشه. بعد همه گوجه ها رو به این صورت خورد میکنم به همین راحتی. اگر شما دوست دارین یه رب سالم و خونگی داشته باشین این روش منم امتحان کنید، مطمئنم که خوشتون میاد. اگر به این روش رب درست کردید نتیجه کار رو لطفا توی کامنت ها به من حتما بگید، خوشحال میشم. این روش رب درست کردن خیلی راحته، دیگه نیازی به چنگ زدن هم نداره. بعد از که همه گوجه خورد شد میریزم توی سبد، تو همون آبکش با دونه های ریز که تخمش و یا حتی پوستش بیرون رد نشه با دست صاف میکنم، خیلی راحت و بی درد سر. سعی کنید با کف دست یا سینه دست این کار انجام بدین، خیلی راحت. ببینید الان دیگه آبش کاملا کشیده شده، فقط دونه هاش و پوستش باقی مونده که اونا رو دور نریزین. تو ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم که به چه دردی میخوره. یعنی این روبی که من درست میکنم هیچی ضایعات نداره. خب آبی که صاف کرده بودیم میریزم توی قابلمه، میبرم میذارم روی حرارت، اول با حرارت زیاد تا یه مقدار جوش بیاد. وقتی که به جوش اومد شعله رو متوسط میکنم، وسط میذارم تا آروم آروم بپزه و به غلظت برسه ربم. هر از گاهی یه مخلوط میکنیم، سعی کنیم با قاشق چوبی قاطی کنید و مراقب باشید که قابلمه ما ته نگیره، ربش ته نگیره. آروم هم میزنید تا گوجه های پوره شده به ته قابلمه نچسبه. اگر دوره های قابلمه دیدین تیره و سیاه شده اونا رو قاطی ربتون نکنین، چون ممکنه رنگ ربتون تیره بشه، سیاه بشه. خب میبینید تقریبا به غلظت رسیده. آخر پخت موقع اضافه کردن نمکه، یه مقدار کم نمک میریزم و یه مقداری هم روغن و اونا رو مخلوط میکنم. ببینید ربم کاملا به غلظت رسیده.
حالا دیگه زیر رب خاموش میکنم. برای اینکه بفهمیم چه موقع رب ما آماده است، ببینید با قاشق وقتی خط میندازیم قشنگ جا میندازه. خط قاشقمون روی کف قابلمه میمونه و اینکه اصلا میبینید آب اطرافش جمع نمیشه، کاملا به غلظت رسیده. که من اونو برای نمونه در حجم کم درست کردم، تو حجم بیشترم درست کردم. ببینید به این راحتی تو حجم زیادم حتی میتونید درست کنید که خودتون یه رب سالم و ارگانیک و بدون مواد افزودنی داشته باشین. فقط یادتون باشه موقع هم زدن از قاشق چوبی استفاده کنین خیلی بهتره. اگر تو اینجای ویدیو خوشتون اومد لطفاً کانالمو سابسکرایب کنید. خب رب من آماده است، کاملاً غلیظ شده، به غلظت رسیده، خیلی هم خوش رنگ شده، طعمش هم فوق‌العاده است. توی ظرف می‌ریزم، اجازه میدم تا یه مقدار خنک بشه، بعد منتقل میکنم تو ظرفی که میخوام توی یخچال نگهداری کنم. این رب رو تو یخچال بدون دردسر و بدون کپک زدن به مدت طولانی میتونید نگهداری کنید. ببینید چقدر غلیظ شده، کاملا به غلظت رسیده، دیگه اصلا آبی توی این رب نیست. هر چقدر که آبش بهتر کشیده شده باشه باعث میشه که کپکش به صفر برسه. خب الان رب من سرد شده، میریزم توی شیشه. تو ظرف شیشه بریزین خیلی بهتره برای نگهداری، هم بهداشتی تره هم استریزی تره. هر دفعه که رب رو میریزین توی شیشه سعی کنید با پشت قاشق فشردش کنید تا هوای بین رب باقی نمونه. حتی روی رب هم کاملا فشرده کنید، در آخرم چند ضربه بزنید و کاملا منسجم بشه. یه مقدارم روغن بریزین روش، دیگه اصلا محال این رب کپک بزنه حتی توی یخچال. در شیشه ربم رو محکم میبندم و به مدت طولانی میتونم توی یخچال نگهداری کنم. یه رب خونگی، خوش رنگ و غلیظ و خوشتم. متشکرم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید.